یه خورده غیر منصفانه است که ما بیایم یک پروژه رو ایجاد بکنیم و حق نسل آینده رو به این شکلی ما از بین ببریم. خب جنایت دیگه بالاتر از این. برخی که به ایران فکر نمی کنن، به اسکناس سبز فکر می کنن، اونها اومدن در مجاورت این جنگل هر راه تأسیساتی رو درست می کنن که به خیال خودشون باعث تکثیر میگو بشه. ماجرای این معامله نامتوازن که با احداث یک مزرعه پرورش میگو در 2 هکتار از اراضی بندر دیر استان بوشهر اتفاق می افتد از سال 95 آغاز شده است. حالا این چه نیازیه که ما برای اشتغال 4-5 نفر بیاییم یه همچین زیستگاه طبیعی رو از بین ببریم که بگیم آقا ما میخوایم اشتغال ایجاد بکنیم؟ خیلی خوبه اشتغال، ولی اوبرتر دورتر جای دیگه. جنگل های حرا مهمترین عامل تخریزی ماهی ها و حفظ تنوع زیستی در یک منطقه اکوتون هستند. اگر که میخواییم جمعیت پرندگان رو حفظ بکنیم، باید حتما امنیت حراها رو حفظ بکنیم. هرقدر که پرنده ها در سرزمینی بیشتر باشن، به معنی اینه که اونها میتونن جمعیت حشرات رو کنترل بکنن، مبارزه بکنن با ملخ ها و همچنین به حاصلخیزی خاک کمک بکنن، آفات رو باهاش مقابله بکنن. شما نگاه بکنید، ما آلودگی های پارس جنوبی رو داریم. یعنی یه خورده بریم جلوتر نگاه بکنیم، شما مشعل های سایت 2 مجتمع گاز، یعنی فازهای 12, 13, 22, 23, 24, 19 رو شاهد هستید. اون به جای خود بماند. دیگه ما این اجازه رو ندیم که در جوار یک چنین جنگل این آلودگی رو ایجاد بشه، که این آلودگی عامل اصلی نابودی این جنگل خواهد بود. میگن از بین بردن یک بومسامانه حرا یعنی ساخت 2 پتروشیمی. وقتی شما یک بستر حرا از بین میبرید، این کربنی که طی میلیون ها سال در بستر حرا تجمیع شده، جمع آوری شده، رهاسازی میشه به جو و این کربن وارد در واقع چرخه میشه و اون لایه‌ای که گازهای گلخانه‌ای تشکیل میدن، اون لایه روز به روز بیشتر و بیشتر و قطورتر میشه و این باعث افزایش گرمایش جهانی میشه. آمایش سرزمینی استان بوشهر میگه که این بخش ضعیف و کمجون زیست محیطش که مونده رو حفظ کنید. ما میبینیم که این تأسیسات رو که صرفاً برای سودآوری و پر کردن جیب درست شده، اینها مورد تأیید استاندار و فرماندار و مدیر کل محیط زیست و کارشناسا هست. هم مجوز زیست محیطی صادر شده، هم مجوز منطقه‌ای صادر شده. این کارشناسا درک و فهم و دانششون را از کجا آوردن؟ مجوزهای خلاف صادر میشه تا از قانون برای بیقانونی استفاده بشه. این عیب بزرگی است که در استان بوشهر باب شده این چند ساله. به فقط مردمن که دارن حفظ میکنن قانون رو. یه مسئول بیمسئولی داخل تهران نشسته زیر ای تقاضای ای امضا کرده که تو بیو ای نابود کن. یه دی با استفاده از قدرت، با استفاده از رانت، با استفاده از پول. تهران نمیتونه برای ما تصمیم بگیره که ما زنده بشیم یا نبشیم. چرا صدای مردم در اعتراضات شنیده نمیشه؟ چرا صدای مردم در جایی که میخوان بیان رأی بدن؟ ما به مردم نیاز داریم. الان این مردم برای چی اومدن اینجا؟ منافع شخصیه که داره این چنین استان ما رو نابود میکنه با مدیریت ضعیفی که بر استان بوشهر حاکمه. واقعیت است کسانی که میبایست منافع عموم در استان بوشهر حفظ بکنن که ریشهشون اینقدر داد زدیم که من دیگه نیازی هم نیست بگم ریشه از کجا آب میخوره. اگر ما به فکر خودمون نیستیم، اقلن به فکر این بچه ها و آیندهشون باشیم. اینها حق دارن از طبیعت ما بهره برداری بکنن.